در مثل چنین روزهایی در روز 28 صفر این نور آسمانی، این انسان والا، این پدر مهربان از میان مردم رفت و مردم رو غمگین و داغدار کرد. روز رحلت پیغمبر و روزهای بیماری اون حضرت روزهای سختی برای مدینه بود، به خصوص با اون خصوصیاتی که اندکی قبل از رحلت پیغمبر پیش آمد. پیغمبر آمدن در مسجد، روی منبر نشستن، فرمودن که هر کسی حقی به گردن من داره اون حق رو از من بگیره. مردم شروع کردن گریه کردن که یا رسول الله ما به گردن تو حق داشته باشیم؟ فرمود نه، رسوایی پیش خدا سخت‌تر از رسوایی پیش شماست. اگر حقی به گردن من دارید، اگر طلبی از من دارید، بیایید بگیرید، به روز قیامت نیفته. ببینید چه اخلاقی، کیست که این حرفو داره میزنه؟ اون انسان والایی که جبرئیل به مصاحبت با او افتخار میکنه، مظهر پاکی و طهارت، اما در عین حال شوخی هم که نمیکنه با مردم، جدی میگه که مبادا یک جایی یک حقی از کسی به وسیله اون ندانسته ضایع شده باشه. پیغمبر دو بار سه بار تکرار کرد. حالا ماجراهایی در تاریخ آوردن، من خیلی هم نمیدونم کدامش و چقدرش اینها دقیقه، اما اونی که غالبا نقل کردن، یه نفری بلند شد عرض کرد یا رسول الله من به گردن تو یه حقی دارم، تو یه وقتی با ناقه از پهلوی من عبور میکردی، منم سوار بودم، تو هم سوار بودی، این ناقه من آمد نزدیک تو، تو با تازیانه یا با چوب با عصا هی کردی، خورد به شکم من، من اینو از تو طلبگارم. پیغمبر پیرهنش زد بالا، گفت همین حالا بیا قصاص کن، همین حالا بیا قصاص کن، نگذار به قیامت بیفت. مردم حیرت زده نگاه میکردن که این مرد واقعا میخواد قصاص کنه؟ آیا دلش خواهد آمد؟ دیدن این مرد بلند شد، پیغمبر فرستاد از خانه همون چوب رو، همون چوب دست رو آوردن، گفت بگیر، بیا بگیر، با همین چوب بزن به شکم من. اون مرد آمد جلو، مردم همه مبهوت، متحیر، شرمنده از این که نکنه این مرد بخواد این کار رو بکنه. یه وقت دیدن افتاد روی پای پیغمبر، برمکت شکم پیغمبر رو بوسیدن، گفت من با مس بدن تو خودم رو از آتش دوزخ نجات میدم یا رسول الله.